پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین چهارشنبه شب در جلسه شورای امنیت ملی برای نخستین بار درخواست حضور صلح‌بانان بین المللی را در شرق این کشور مطرح کرد. آقای پروشنکو بعد از ظهر چهارشنبه و پس از عقب نشینی کامل نیروهای ارتش از شهر استراتژیک دبالتسوه با حضور در شهر کوچک آرتمیوسک به فرماندهان نبرد دبالتسوه نشان شجاعت و عنوان قهرمان ملی اهدا کرد. شهر دبالتسوه که یکی از نقاط تلاقی چند خط راه آهن در شرق اوکراین است، طی چند هفته گذشته در محاصره شورشیان مسلح هوادار روسیه قرار داشت. نیروهای ارتش اوکراین بامداد چهارشنبه روند تخلیه نهایی شهر را آغاز کردند. یکی از سربازان در زمان عقب نشینی گفت: درباره یگانهای دیگر چیزی نمیدانم، ولی هنگ 13 صبح امروز دبالتسوه را ترک کرد. دسته های موتوری در اولویت قرار داشتند. نمیدانستیم که امروز قرار است شهر را تخلیه کنیم. بعضی ها همانجا ماندند. در همه پایگاه های نظامی مین کار گذاشتند تا چیزی به دست جدایی طلبان نیفتد. مردم هنوز هم از شهر خارج می شوند. یگانهای شورشیان مسلح وابسته به جمهوری خودخوانده خلق دونتسک پرچم نوروسیا روسیه جدید را بر فراز بلندترین ساختمان دبالتسوه به اهتزاز درآوردند. کنترل این شهر توسط شورشیان کمتر از یک هفته پس از امضای موافقتنامه آتش‌بس مینسک 2 نشان داد که راه حل سیاسی حتی با توافق روسیه هم نمی‌تواند دست کم در کوتاه مدت به خشونت‌ها در شرق اوکراین پایان دهد.